رضا شاه با ایران چه کرد؟ در دوران قاجار ایران در دست انگلیس و روسیه بود و کشور را تا مرز نابودی پیش بردند. شیخ خزعل با حمایت انگلیس علناً داشت خوزستان را جدا می‌کرد. میرزا کوچک خان خود را رئیس جمهور گیلان نامید. اسماعیل سمیتقو در حال تجزیه کردستان بود. امیر معید سوادکوهی تلاش به تجزیه مازندران داشت. محمد تقی پسیان کنترل خراسان را به دست گرفت. اقبال السلطنه ماکویی با حیله روس‌ها آذربایجان را تحت کنترل خود درآورد. شیخ یابانی در تبریز شورش کرد. محمد خان بارکزهی و شیخ علی خان در بلوچستان و لرستان تلاش برای خود مختاری داشتند. راهزنان در زمان قاجار با قتل و غارت و بردگی کشور را ناامن کرده بودند. در زمانی که 40% مردم از گرسنگی درگذشتند، رضا شاه ایران را تحویل گرفت و یک پارچه کرد و با 16 سال تلاش شبانه روزی یک کشور مدرن ساخت. برای همین روسیه و انگلیس دشمنان قسم خورده ایران بوده و هستند. غلام رضا در طول زندگیش به القاب مختلفی خوانده شد. او در جوانی به نام ناحیه‌ای که از آن برخاسته بود، رضا سوادکوهی، با ورود نظامیگری به دلیل استفاده از مسلسل مکسیم به رضا مکسیم، بعدها به رضا خان و رضا میرپنج و رضا قلدر، پس از فائق آمدن بر قیام جنگل رضا خان امیرپنجی مازندرانی، پس از کودتای سوم اسفند 1299 سردار سپه، بعد از رسیدن به پادشاهی و گزیدن نام خانوادگی پهلوی به رضا شاه پهلوی و 5 سال بعد از مرگش رضا شاه کبیر خوانده شد. رضا شاه ایران را از نو ساخت. عزیزان من، هفته گذشته که در رابطه با رضا شاه مطلب کوتاهی براتون پخش کردیم، میدونید که رضا شاه از عشقای من بوده. من همواره از تا این 40 سال چه در رادیو چه در تلویزیون بسیار در مورد رضا شاه صحبت کردم و خیلی خوشحالم که الان رضا شاه روحت شاد رو دوباره باید زنده کنین، چون اون سردار گرفت اینم ساکت شد. گفتم بهتون نباید ساکت بشه، رضا شاه روحت شاد یه سمبوله. حالا بهتون گفتیم دیگه، فهمیدین که انگلیس یعنی چه و چه کرده اینا. رضا شاه اولش که میخواد قدرت به دست بگیره، مثل هر جای دیگه تا الان میخواد قدرت به دستت بگیری، یه ظرف که تو جمهوری اسلامی داره میگه مرد مرد جمهوری اسلامی مرد، تو نمیتونی وکیل بشی، سفیر بشی، فلان بشی، بعد بزن اینا رو، نمیتونی فرمانده نظامی بشی، کاری بکنی، بعد بزن اینا رو. میخوای نفوذ کنی، نخست بایستی بلد باشی که خودت جا بدی. رضا شاه وقتی خودش جا میده، وقتی که استعمار انگلیس و روس و اینا میبینن خطرناک نیستی، نباید خطرناکی دنشون بده ابتدا، میره جلو. بعد حتی مردم رم دیپلماسی همینه، دیپلماسی همینه، مردم هم نظرشون رو جلب بکنی، مردم خرن و موقع گل به سرشون بزنن، حسین حسین میکنن، فلان میکنن، میکنه. حالا اگرم دیپلماسی رضا شاه نبوده، خب در مقطعهای ابتدا و نخستی مثل حافظ که قرآن رو میره حفظ میکنه، بعد بعدنه که اسیانگر میشه، بعدنه که به همه چیز کافر میشه، بعد ذهنش میره بالاتر، اسیانگرتر میشه. رضا شاه هم همینطوره. حالا یا با دیپلماسی میره جلو، اینا رو میگه که نفوذ کنه، و یا اینکه کم کم دانشش میره بالا با مشاورینی که داره، دوستانی که داره، مطالعاتی که میکنه، بعد میفهمه استعمار کی شروع میکنه به زدن. میبینه ریشه استعمار تو ایران روحانیت ساخته و پرداخت بیگانه است. ریشه استعمار در ایران سید بازیش، تبعیض نژادی تو مملکته، با اینا مخالفت میکنه. همین خمینی باش احمد
این هندیه، اصلا هندیه، یعنی مالا کشمیر هم با هندیه که یادتون نره چون تحت استعمار. مثل که الان الجزایر یکی بود با فرانسه، رو طرف الجزایری بود ولی فرانسوی بود، رفته بود اونجا، هویت همه چیز فرانسوی. اینا بسیارشون جورج و جیمز و الیزابت و اینها بودن اصلا. بعد میاد اسم ایرانی میگیره، اسم عربی میگیره، اسم مسلمانی میگیره، بتونه راحت‌تر کار کنه. انگلیسی ها خیلی زرنگر، چون بینید وقتی میره پیش رئیسی زنش چادر و چاکچور چجور میپوشه و خودش چجور دست به سینه میزه. چرا؟ چون رئیسی نوه ملکه الیزابته. به یزدان سوگن شوخی نمی کنم، من لبنان بودم 40 خورده سال پیش، خود بی بی سی گفت، سنداش هم هست، خود بی بی سی گفت، گفت ملکه ما تبارش به پیامبر اسلام محمد میخوره، سیده سادات. یعنی چی؟ فکر کنید رو اینها. حالا می که دست به سینه وای میسته سفیره، چون این آقازاده است، این سیده رو اصلا اونو ساختن انگلیسا، اجداد اینها اصلا تبار انگلیسی داشتن. علامه مجلسی با او عظمتش که دیگه ثابت کردیم بابا. خب حالا خدماتی که اینها انجام دادن در طول تاریخ، کی؟ خاندان پهلوی، دوتا شاه پهلوی. رضا شاه وقتی میفهمه که نامه‌برم انگلیس هستن ترتیبشون میده، وقتی ترتیبشون میده همه سیده از این مخالفن. حالا سیده چه بنی صدر باشه، چه خامنه ای، چه فنان آیت الله توی عراق باشه، سید که از دکون اینا رو رضا شاه بسته مخالفشن. روحانیت رو دکونشون کشیده پایین، گفته کلا سرت کن، دکونشون رو بسته. توسعه و ترقی آورده توی مملکت، دکون استعمار رو بسته. خب اینا مخالفشن، اکثر اینا هم چپن، و چون چپ میدین روس و انگلیس با ما همیشه دشمن بودن، روس و انگلیس، و با هم متحد، روس و انگلیس با هم متحدن. به خاطر همین که از احزاب، از کنفدراسیون بگیر تا حزب توده بگیر، تو این چهاک بقوک های پایین فده این مدایی، اینا همه این هم حزبی هم دیگه، تشکیلاتشون حزبیه، تشکیلاتیه. رئیس بالا که گفته رو باید زد باشن. آقا از گرجستانت گرفته تا افغانستانت گرفته تا بعد، اینا همه رو همین استعمار روس و انگلیس از ما گرفتن که. خب رضا شاه وقتی میاد با اینا مبارزه میکنه، وحدت به وجود میاره اینا. حالا خدمات رضا شاه رو شما ببینید. من و تو یک فیلم خیلی خوب داره در رابطه با رضا شاه، این حتما ببینید، آخرش لیست رو میاره. رضا شاه پهلوی، پدر ایران نوین، مهربانیاران، کسی که ایران رو عوض کرد، پس از یک قحطی و قتل عام اومد و از نوجوانی به ارتش پیوست و بعدها به فرماندهی نیروهای قزاق رسید و سالها وزیر جنگ بود، نخست وزیر شد و بعد 1304 پادشاه ایران شد. خدمات رضا شاه بیشمار، مهربانی بیشمار. در سال 1299 کشور ما دچار هرج و مرج شد، حکومت اصلا تسلطی نداشت جز تهران. شمال کشور در اشغال بریتانیا و روسیه بود، هندی ها مناطق دیگر رو، آذربایجان غربی دست تجزیه طلب افتاده بود، خوزستان، شیخ خزعل انگلیسی و شورش های بسیاری در لرستان و جاهای دیگه بود، در فارس ناآرامی بود، استان پارس، در کرمان، بلوچستان، خراسان، همینطور قارت و قطران. اینجاست که با 4000 تا نیروی قزاق رضا شاه، اون موقع رضا خان یا رضا ماکسیم چون اسم مسلسلش بود، وارد میشه. 1302 میشه نخست وزیر. و فقط شما خدمات او رو ببینید که نهادهای مدرن رو در ایران پایه‌گذاری میکنه، تأسیس اولین دانشگاه، ارتش و نظام قضایی. رضا شاه نهادهای مذهبی رو از سیاست خارج میکنه، یعنی جدایی دین از سیاست کار رضا شاه در منطقه است. آموزش پرورش لایک رو توسعه میده و سن افراد رو از پایین ترین میبره به مدرسه. با روحانیت شدیداً درگیر میشه، چون روحانیت هست که
انحصار تدریس رو به دست داره مهربان یاران. راهن رو میسازه، راهن سراسری ایران از دریای خزر تا خلیج فارس، از شمال تا جنوب. این راهن تأثیر بسیار زیادی میگذاره و هزینه رو از مالیات قد و شکر که میدونید چه مشکلاتی رو هم انگلیس ها ایجاد میکنه. فرودگاه مهرآباد رو میسازه مهربان یاران و بعد میاد شناسنامه رو میاره، نام خانوادگی رو میاره با کلاه پهلوی که میاره و به مردم و انسان ایرانی هویت میده. بانک در اون موقع اصلا وجود نداشت. رضا شاه اولین بانک مستقل رو در ایران تشکیل میده مهربان یاران. بانک سپه که بانک ارتش مشهور میشه از سال 1304. رضا شاه وقتی که قدرت رو به دست میگیره قانون کاپیتولاسیون رو لغو میکنه که خارجی در ایران امنیت داشت هر کاری بکنه، خیابانسازی رو و بعابر پیاده رو و غیره رو و جمع‌آوری زباله ها رو و شهرداری ها رو پای میذاره. پرسپولیس، تخت جمشید، شهرداری که از قدیم مال ایران بوده نمیدونسته رو ایشون پایه‌گذاری میکنه. سفرهایی که میکنه فقط میره ترکیه، با آتاتورک آشنا میشه. جاده چاروس شما الان ببینید و این درک کنید که با چه مشقت این جاده مثلا ساخته شده و تونل‌هاش با حضور شخص رضا شد حضور پیدا میکرد در هنگامایی که مردم کار میکردن. این پل، پل برسن که این خیلی مهمه، تا به امروز موندن چطور چنین پلی ساخته شده. وسایل مخابرات رو گسترش میده، دانشکده مخابرات باز میکنه و رضا شاه ایران رو وارد یک دوران مدرن میکنه مهربان یاران. و مدرنیته در همه جای ایران جا میگیره. مهربان یاران خدماتش خیلی زیاده، یعنی لیستی که بخوایم تهیه کنیم از خدمات رضا شاه حدود 40-50 مورد میرسه، کارهایی که در طول قرن انجام شده. و شوربختانه انگلیس چون میبینه که این کار بسیار به زیانش بوده بهانه میکنه جنگ جهانی و به ایران حمله میکنن و رضا شاه در یک مقطعی فرزندش رو فروغی عزیز اما همین فروغی عزیز وقتی که میره نیست انقلاب سیاه میشه و دیگر بار روحانیت رو که بردگان و سرسپردگان انگلیس و استعمار هستند در ایران ها. رضا شاه اینقدر خدمت میکنه، یه روز که میره هیچ کی نیست باش خداحافظی کنه، بای بای کنه پای کشتی. محمد رضا شاه رو به اون دلشکستی ازم، این تویی که اومده انگلیس دشمن بیگانه، تازیان چقدر نفوذ کردن تو رو نابود کردن، نسلت رو نابود کردن. این رپورتاجی که شما میبینین این به شما یاد میده که این جنگ و جدالی که الان با طالبان راه انداختن. وبسایت رادیو زمانه در مطلبی که از 4 کتاب معتبر جمع‌آوری شده، تاریخچه آخوندیسم در ایران را از زمانی می‌داند که دولت انگلیس پدر مجلسی‌های معروف را به ایران فرستاد. در این مطلب که گردآوری شده از کتاب‌های منابع تاریخ اجتماعی ایران، تاریخ عباسی، تاریخ ایران و روابط خارجی ایران در عهد شاه عباسی است آمده، بر اساس شواهد تاریخی دولت انگلیس قبل از فرستادن برادران شرلی به ایران، فردی به نام مقصود علی را که یک هندی الاصل در لباس دراویش بود روانه ایران می کند. مقصود علی با کسوت درویشی اطلاعات زیادی را در مورد فرهنگ و آداب و رسوم و مسائل داخلی ایران در اختیار دولت انگلیس قرار می دهد. بعدها برادران شرلی بر اساس اطلاعات مقصود علی وارد ایران می شوند. درویش علی چنان به زبان ایرانی تسلط داشت که حتی شعر فارسی می سروده است. او اولین ویروس شومی بود که انگلیس روانه ایران کرد.
و همین درویش علی صنعت ملاسازی و آخوندسازی را در ایران راه اندازی کرد. ورود مقصود علی در سال 998 هجری گزارش شده است. در این زمان خانقاه‌های زیادی در ایران وجود داشت. گرداننده‌های خانقاه را مجلس‌آرا می‌گفتند. از آنجا که مقصود علی درویش بود و شغلش مجلس‌آرایی خانقاه بود، به مجلسی معروف شد. این آقا پدر مجلسی‌های معروف می‌باشد. شاه عباس در سال 1002 هجری بنا به دلایلی با صوفیان و دراویش به مخالفت برمی‌خیزد و شروع به کشتار آنان می‌کند. این مبارزه به قدری شدید و پر از تعصب بود که مقصود علی به ناچار از ایران می‌گریزد و دو پسرش به نام‌های محمد تقی و محمد صادق را در ایران جا می‌گذارد. محمد صادق هنگام فرار پدر فردی نابالغ بوده و در بزرگسالی به صوفیان می‌پیوندد و بدون ترس به خانقاه رفت آمد داشته. این محمد صادق همان علامه مجلسی اول می‌باشد. بعد از مرگ شاه عباس پسر شاه صفی به سلطنت میرسد و در ادامه کار پدرش به کشتار صوفیان ادامه میدهد. علامه مجلسی نیز به حمایت از شاه صفی دستور قتل صوفیان را میدهد و وقتی مردم به او اعتراض میکنند که چرا صوفیان را میکشی در حالی که پدر خودت نیز یک صوفی بود، میگوید پدر من یک درویش واقعی نبود. برای رسوخ و نفوذ در صوفیان و کسب اخبار به لباس دراویش در آمده بود. در واقع پدر علامه مجلسی اول جاسوس شاه عباس بوده است. پسرش محمد صادق هم جاسوس شاه صفی بوده در بین دراویش و به همین دلیل بدون ترس از شاه به خانقاه رفت و آمد می کرده است. چیزی نمی گذرد که محمد صادق هم مورد غضب شاه صفی قرار می گیرد و مانند پدرش مجبور به فرار به هندوستان می شود. علامه مجلسی اول هم دو پسر داشت به نامهای عبدالله و عزیزالله. عبدالله را با خود می‌برد و عزیزالله در ایران می‌ماند. او به ثروت زیادی دست می‌یابد که مشخص نیست منبع و ریشه این همه ثروت از کجا بوده. چندی بعد محمد تقی که عموی علامه مجلسی بوده از طرف انگلیس با شخصی به نام مراد هندی به عراق فرستاده می‌شود. مراد در آنجا خود را سید مراد معرفی می کند و لقب سید از اینجا به بعد وارد فرهنگ ما می شود، زیرا او خود را سید مراد هندی معرفی می کند. محمد تقی هم پسری داشته به نام محمد باقر که در عراق تحصیل می کرده. چندی بعد محمد تقی به اتفاق سید مراد و منشیهای فراوانش و پسران سید مراد به ایران برمی گردند. محمد تقی با ثروت بسیار زیاد خود که هیچگاه مشخص نمی شود از کجا به دست آورده، حوزه های علمیه مذهبی متعددی در ایران به راه می اندازد و طلبه های زیادی را جذب حوزه های علمیه خود می کند و به آنها آموزش می دهد و به اصطلاح آخوند تربیت می کند. مأموریت محمد تقی مجلسی رواج خرافات تا سرحد افراط در بین مردم بوده، زیرا انگلیس متوجه شده بود که تنها راه سلطه بر ایرانیان رواج خرافات و تفرق افکنی در بین آنهاست که البته تشخیص درستی هم بوده است. محمد تقی در ادامه کار خود شروع می کند به نوشتن کتابهای خود با همان نام خودش، یعنی علامه مجلسی. محمد تقی برای تمام امور و اوقات شیعیان از بدو تولد تا لحظه مرگ دعاهای مخصوص را اختراع می کند. هر روز هفته یک دعا، هر روز ماه یک دعا، هر مراسم یک دعا و آداب و تعقیبات نمازهای مختلف. آنقدر دعا که هیچ کس در واقع نمی تواند تمام آنها را انجام دهد. منشیهای او موظف می شوند که به سراسر ایران رفته و کتب و دعاهای او را تبلیغ کنند. محمد تقی یکی از فرزندانش را به ازدواج یکی از سادات در می آورد و از آن رو کلمه طباطبایی را ابداع می کند و پس از آن فرزند دو سید را طباطبایی می نامند. پس کلمه سید و طباطبایی یادگار مجلسی هاست. دخترش را هم به محمد اکمل می دهد که نوه‌اش می شود وحید بهبهانی معروف، همان که اجتهاد و تقلید در شیعه را اختراع می کند. پس از او پسرش محمد باقر مجلسی کار پدر را ادامه می دهد. بعد از محمد باقر مجلسی پسرش میر محمد حسین ادامه دهنده کار می شود. از آن روز تا کنون بیشتر امامان جمعه فرزندان میر محمد حسین بودند. میر محمد حسین مجلسی همان آخوندی است که باعث شکست ایرانیان از افغانها شد.
و هم او به دستور انگلیس شاه سلطان حسین را وادار کرد که وزیر با تدبیرش فتح علی خان اعتمادالدوله را به قتل برساند، به این بهانه که خواب نما شده و به او گفتند که وزیر در پی کودتاست و خود سید محمد حسین نخست وزیر را کور می کند و سپس به قتل می رساند. در پایان این مطلب چنین نتیجه گیری می شود که آخوندها از بدو به وجود آمدن در تمام مدت ورودشان به عرصه تاریخ جزء مخالفان سرسخت روشنفکری و جریانات اصلاحی در کشور بودند. از جمله از مخالفان امیر کبیر، جنبش‌های مردمی و مشروطه، مدارس، واکسیناسیون و هر جنبش اصلاحی دیگر. و ما این سوغات را مدیون علامه‌های مجلسی هندی تبار هستیم. چگونه یارو انگلیسی میاد همه چیز میگه که حتی داره میگه امام جمعه ها، امام جمعه کنونی نه انگلیسی هست، نه بچه های همون که مجلسی هست، یه همه سید که محمد نداشته که بچه نداشته که یه همه که اون موسای کازنش که 14 سال تو زندان بوده چجور میتونه اینقدر موساد موسوی داشته باشه؟ اقیقه همه انگلیسی سازه، زرنگ باشید مردم. از این طرف میاد اینا رو میسازه، مجلسی رو خودش میسازه، بعد از اون طرف میاد به طالبان میگه اینا چون مجلسی رو قبول دارن، مجلسی چون بهار الانوار اینا نوشته، مجلسی چون فلان فلانن، اینا محدود دارن، من کافرم باید بکشنشون. اینا یارو کی حرف میزنه؟ کیه؟ وزیر همین طالبان، پست امام، خود کل طالبان. مهدی را که امام غایب یا امام مهدی اینا میگن یک خرافات و خیال است، اصلا حقیقت نداره. شیعه کلش دروغ میگن، چرا که اینا اولاد دروغ هستن. شیعه خطرناکترین قوم، بدترین قوم از یهود و نصارا کرده و خطرناکترین قوم از یهود و نصارا کرده بر علیه اسلام هستن. و منه این مردم هستن، یهود یکقدر خطرناک نیست مثل که شیعه یکقدر خطرناک هستن. بسیار بد مردم هستن، اینا به یک کتاب ایمان ندارن، اینا مسلمان نیستن. یک آدمی که الله را قبول نمی کنه میگه با ما چی؟ خب عمر در آل اثر تا آخر کل کتاب هایت امیر نوشته می کنه، آل ما کدام کتابی که تو کدام دین خیر پیروی می کنی؟ کدام دین پیروی می کنی؟ شیعه برای ما بگو قرآن قبول نمی کنی. ما قرآن داریم، حدیث داریم، ما خوی را داریم. ولی اینایی که اینمی کتاب های خود نوشته کردن چرا بالای از این مدرسه قم رد نمی کنه که اینی کتاب ما که نوشته این کتاب غلط بود، باقر مجلسی گو خورده و ملا کافی کلینی این کافر بود، صفا اعلان چرا نمی کنه؟ بگه کافی کلینی کافر است، بگه که ملا باقر مجلسی کافر است، ابن بابوی قومی کافر است، نوری تبریزی کافر است، صدا باز اعلان کنن، چرا اعلان نمی کنن؟ خب صفا سطره شیشتر، کتابش چاپ میشه، کتابش فروخته میشه، کتابش امروز در بازار قابل قبول است، امروز کتابش در میان علما و بیتان مجالس علمی و مجامع علمی شیعه قابل قبول است، با وجود تمامی مسئله قبول نداره. حالا این طالبان اول